سلام. باز تقدیم سلام های فراوان بر یک یک شما هموطنان عزیز و همزبانان عزیز که نشستین و برنامه آینه زندگی رو میبینین. امیدوار هستم در هر کجای این کره خاکی که هستین شاد و موفق و سربلند باشین. و تشکر میکنم از اینکه اجازه دادین یک ساعت ما مهمان خانه های شما باشیم و با همدیگر یک ساعت با خوشی سپری کنیم و انشالله از تجارب یکی دیگر بیاموزیم. اولتر از این که بریم و برنامه رو شروع کنیم، ماه مبارک رمضانه بر یک و یک شما عزیزان مبارک میگم. انشالله که این ماه مبارک بر همگی فیض و برکت و صحت و سلامتی بیاره و انشالله همی 30 روز ماه مبارک رمضانه با خوشی سپری کنیم و انشالله با شادی به عید شاد برسیم. خب، مواردی که در این برنامه قرار دادیم عبارت از راز دل هفته است. یک ویدیو هم داریم، یک پارچه شعر هم داریم، همچنان نقطه های بسیار جالب و آموزنده داریم و یک پارچه موسیقی هم داریم. به تلفن های شما عزیزان هم جواب میتیم. امیدوار هستم که این برنامه مفید باشه و انشالله یکی از دیگر بیاموزیم. خب، در باری راز دل هفته خواستیم درباره حسادت صحبت کنیم. اما پیش از اینکه من درباره این گپ بزنم، آرزو دارم که شما عزیزان هم که تجربه دارین، دیرا ورکشاپ ها گرفتین، خواندین، در هر جا در تجربه یاد گرفتین، امیدوار هستم که زنگ بزنین و از تجربتون با ما در میان بگذارین تا از تجربه یکی دیگه بیاموزیم. و همین گپی که شما میزنین امکان در هزارها نفر دیده میشنوه و امکان در همین گفته شما و تجربه شما یک تاثیر به زندگی از اونا کنه، دروازه خیر و رحمت برای از اونا باز کنه و انشالله شما هم صاحب یک ثواب بسیار عظیم خواهد شدین. خب، قسمی گفتیم موضوع راز دلی هفته حسادت است که همین حسادت باعث یعنی همین حسادت که یعنی من چرا مثل از اون نیستم یا چرا مثل از اون ندارم. این همین مثل یک موریانه است که در درون آدم رشد میکنه. اگر هر قدر آدم همین در رشد بده، مثل که یک خانه را موریانه میزنه و باعث از این میشه که تمام چوب و بنیاد از اون خانه و شکست میشه و یک روز میریزه. این همه قدر حسادت و میام که چرا او داره من ندارم، چرا او از من نیستم، همی مثل یک موریانه در درون آدم رشد میکنه و خدای ناکده باعث از این میشه که هزارها مرض آدم میگیره و گذشته از او آدم هیچ از زندگی خود لذت هم نمیبره. ایباز از او چرا آدم به ترقی زندگی خود فکر نکنه، چرا با چیزایی که داره خوش نباشه و با او پیشرفت نکنه که همون پیشرفت هم باعث خوشی خودش و خانوادش میشه و به موفقیت ها هم میرسه. ما هفته پیشتر یک جایی رفته بودیم در خانه یکی از افغانای ما که خانیش در لب دریا بود، یعنی یک دریای کلان از مابین خانیش تیر میشد و ما در این دریا چون آب شما بشیدیم بود، ماهی هم درش زیاد بود. خب، ما خواستیم که بریم ماهی گیری کنیم، یک گروپ کلان بودیم و امی رادای ماهی و اینا رو گرفتیم. همسایه از اینا، از این افغان ما که امریکایی‌های بیخی کاملا سفید بودن، ای آمد به دیدن ما و بعد از او گفت که وقتی که فهمید که ما میریم لب دریا بر ماهیگیری، ای رفت و از خانه خود رادای ماهیگیری خود آورد، رفت یک امو سطل که آدم ماهی میگیره در اون مندازه امرای تمام سامانایش که در سرش هست، ای را آورد، یک سه چهار قطعی یخ زده یعنی جگر ماهی که چکن لیور که برای ماهیگیری یعنی بخیر ماهی ها ورزیت خوش دارن در چنگک های ماهی بند میکنن و اینا را ما آورد و بعد از این که اینا را آورد بر ما گفت که معذرت میخواییم از خاطر که اینا ممیال اینا را از فریزر آوردیم، اگر من میفهمیدم که شما میایین من اینا را یک ساعت در بیرون میماندم و شما میتونستین و ایل خوبتر میتونستیم در چنگک های ماهی بند کنیم. یعنی ای هنوز هم ایزن از ما معذرت میخواست و گذشته از اون این یک چیز و ایزن از امی چیا رو میگرفت، امی جگر مایی رو در چنگک هایی که آورده بود خودش و خود صاحب خانه داشت،
اینا رو منداخ بر ما درست میکرد و یاد میداد بر دیگرا که چطور یعنی چنگک برتن چطور مایی بگیرن اینا. و خب چند نفر مایی گرفتن، مایی خورد اینا. ای گفت که و خودمی خانم و شوهرش اینا رقم مجالی که ما امو جالبان یک شیرم نوشته کرده بودم که ما در جلال آباد داشتیم که اینا میگرفتن مشکا یا پوست حیوانات میدوختن و مثل یک بالون یا یک بخانه جور میکدن پف میکدن و یا 10 تا 20 تا 100 تا در روی آب میماندن در سر زیر به چوبا بسته میکدن. در جلال آباد بود که از ایسون دریا آدم در ایسون دریا میرفت یا همراه راشبیل میبردن یا همراه یک تار. و ای هم به مو حساب یک چیز را درست کرده بود، یک جاله که همراه تیوپای خب اون شکل نبود، تیوپای شکل مادرنش، تیوپای بسیار کلان در زیر بود و در سرش یک پلاستیک بسیار دبل بود که برای یعنی شوشتن اینا هم خراب نشه. به سر زیر با بغله زیر خوب همطور مقبول کتاره جور کرده بود و چی مانده بود؟ یعنی سولر لایت مانده بود در کنجایش و شم اینا، بسیار یک چیز مقبول درست کرده بود و این در تار بند بود در درخت. و این زن گفت امی از امی خانم بوده و این گفت برای زیر که شما مایی خوبتر بگیرین مایی در مابین دریا زیادتر است. و این خود از این ما 4-5 نفر در سر امی جاله به حساب استاد بودیم و این خودش در مابین دریا پایین شد. باور میکنین پتلون جین کلان دراز در جانش بود تا کمرش در مابین دریا بود و این کوشش میکرد که امی جاله رو تیله کنه تا که جاله بره در مابین دریا تا که کلگی بتونن مایی یا کلانتر و خوبتر بگیرن. و این آنقدر این زن با محبت و عشق دیگران را کمک میکرد که ما از امی ما به فکر افتادم که فکر کن که این زن چقدر با انسانیت نزدیکه، چقدر یک انسان خوب است. و امی که از پول خود تیر شد، مثلا موادای خود امو چکن لیبر آورد، رادای خود آورد، سطل خود آورد، وقت خود ضایع کرد، خودش تا کمر در زیر او، اما به خاطر از اینکه ما که بر ما خوش تیر شوه و بر ما خوشتر بگذره همیزن اینا مقدر زحمت بر خود گرفت بدون از اینکه از ما کدام توقعی داشته باشه یا از ما پول ما بر زود داده باشیم یا کم کمک باشه یا او ما رو بشناسه. فقط یک همسایه بود. اما من وقتی که این زن دیدم باور میکنینم اینجا به یادم آمد، گفتیم در قرآن ما که گفته که تو از چیزی که داری بر دیگران بده. از اگر مثلا پول و دارایی نداری یک لبخند خودش یک صدقه است و چقدر مردم دوست داشته باش تا میتونی از انرژیت به مردم بده. مردم کوشش که خوش باشن و خوشی مردم کمک کن. کمی صفات کلش درباره نمی خانم بوده. و در آخر هم وقتی که شب شد ما آمدیم میخواستیم اون جاله رو بشوریم پاک کنیم، گفت نو خیر دنباری تو رای نزن، باز ما سبا خودم باز من میایم و این رو میشورم. یعنی اینی از انسانیت، اینی از امیدوار هستم که ما هم هر کدام ما همین آینه زندگی رو آینه رو طرف خود بگیریم، خصوصا طرف زرابیندارشه و ببینیم که ما چی میکنیم، ما چقدر از خود به دیگران به خاطر خوشی دیگران، به خاطر عشقی که به دیگران بدیم، به خاطر محبتی که به دیگران بدیم یا خوشی از اونا رو بانیم خوشتر باشن، ما چی میکنیم دیگه باشه قضاوتش در دست خود ما. خب حالا هم یک ویدیوی داریم، میریم همین ویدیو رو میبینیم و این ویدیو هم سر یک آقاست، یک خانم و یک آقاست که اینا با هم اکسیدن کردن و همین آقا دکتر برش میگه که تو استخوانایت خوش باش که نشکسته، اما متاسفانه اما عصبی که روی تو را یعنی تو بتونی خنده و گیریه را از هم جدا کنی نمیتونی و روی تو همیشه حالت خنده را داره و از خانم برعکس شده. خب میریم ویدیو رو میبینیم، باز انشالله خوشتان میه. It's been a week since your accident, and I've studied your case very carefully. So here's the good news. You're alive, and you can walk. In accidents such as yours, people rarely survive. You're one of the lucky ones. But
there is also the bad news. You have a slight fracture of your spinal cord, and there is nerve damage. Now, I strongly advise against an operation. There's a high probability it would paralyze you completely. As it is, the spinal cord fracture has paralyzed only a few muscles of your face, here and here. Basically, this means that you will smile for the rest of your life. Great. Nice to meet you. You? How could you? You know that you ruined my life completely. I'm sorry. It was an accident. It wasn't my fault. It was your car. How could you even be smiling right now? Listen, you, I... No, stop. Go! Hey! Hey! Your bag! Your bag! Follow that taxi, just like in the movies. No, I'm serious. Follow that car, please. Oh, I got it. You're just joking. No, I'm not joking. My face is paralyzed. This is not a smile. That guy, this is a hidden camera show, isn't it? No. Isn't it? Yeah, I thought the cab felt different, man. Look, I'm going to act like it's not happening. So where would you like to go, sir? This is good, man. This is a good day. I knew it was going to be a good day. What's my ukulele? If I can't get into the club, nobody should be able to get into the club. Well, get her out. Put her back on the phone, please. Can you get her on the phone? Put her on the phone. Yo, baby. Yo, let me call you back. Yo, what's so funny, man? Oh, come on. You laughing at me? I said, are you laughing at me? No, I am not. Well, then what's so funny? Jesus, I am so tired of this. This is not a smile. My face is paralyzed. You want to know how I smile? That's how. And that's how I'm not smiling. See? Now I smile, now I don't. Now I smile, now I don't. Got it? Yes, who is it? I brought you your bag. All right, I guess I'll just leave it down here by the door and go away. Give it back. I want to apologize for the accident. I feel just... You have no idea. No. Not again. I lost my entire career. I was this close to primetime host, and now... Now I need a handkerchief. Oh, there's one in your bag. What? You went through my bag? That's how I got your address. Please, calm down. I am calm. Why don't you stop smiling? I can't. No, just leave. Please, just leave me alone. All right, I'm going. Stop.
doing? I literally can't. I damaged this nerve in my spine, and now I'll smile forever. I'm really sorry about your career. Okay, I'm going. Just, please, don't cry. I'm not. Wait, what? You locked yourself out? Yes. I'll call a locksmith. So you have nerve damage too. And then I got fired. Luckily, I got a part-time job. But with this smile, I can't show up there. What's your job? Funeral director's assistant. What do you do? Console the bereaved. Wow. That's ironic. Yeah. Ironic. Oh. Don't cry. I'm not crying. This is from the accident. I have nerve damage, too. Something to do with my lacrimal glands. You know, the tear ducts inside of our eyes? Now, every time I feel any kind of emotion, whether it be sorrow or joy, I cry. And I was a news reporter. Might be hard to believe, but right now, I'm actually smiling. بله عزیزانم، امیدوار هستم که از این ویدیو خوشتون آمده باشه و بسیار آموزنده است. همون که آدم میگن که وقتی که آدم خندام از خود یک جای داره و گریام از خود یک جای داره، که ما یک ضرب المثل در فارسی داریم که میگن که هر سخن جایی و هر نقطه مکانی داره، که یعنی هر چیز اگه آدم گدودی کنه ازش یک چیز درست بیرون نمیشه. خب در همین موبایل وقتی که ویدیو رو مانده بودیم، یک خانم تلفن کردن و گفتن که حمید تو جاله میگی و جاله نیست و جاله است و پشتو متر گفته و تر. به هر حال جاله و یا جاله اردوش یکی است. در بعض جایی به جی آمده، در بعض جایی به جیم آمده و قدر هم زیاد مهم نیست. خوب است که ما اینه را طرف عمل و رفتار و کردار خوب خود بگیریم، زیادتر است از اینکه نقطه بین و ذره بین خود در طرف انتقادات که بازانم خود از زیاد ضرور نیست سر زبان داریم. خب به هر حال میریم همین شعر را براتون میخوانم، امیدوار هستم که خوشتون بیاد. نام شما از چشم بینا. شادی ها در بار من گر چشم بینا است مرا، شادی ها در چشم من گر چشم بینا است مرا، عشق در اطراف من گر قلب گیرا است مرا. کاش حس کردم و دیدم این همه رحمت او، کو گذاشت در جسم و جانم
کم نه پیدا هستم. از هوا و خواب گرفته تا همه آتش و آب، همه در دسترس من گردست گیرا هستم. از هوا و خواب گرفته تا همه آتش و آب، همه در دسترس من گردست گیرا هستم. خلق عالم همه در اطراف من با شور و شوق، عشق نبینم چون که نفرت باز گیرا است مرا. خلق عالم همه در اطراف من با شور و شوق، عشق نبینم چون که نفرت باز گیرا است مرا. نعمت و رحمت بدادم خور و خواب شب و روز، گر که شکر نعمت و دید هویدا است مرا. همه دوستان در کنارم عیش و نوش هم بی حساب، باز چرا این نفرت بی جا علمدار است مرا. همه دوستان در کنارم عشق و نوش، عیش و نوش هم بی حساب، باز چرا این نفرت بی جا علمدار است مرا. دست و پا هم در عنان و عقل و هوشم در سپاه، باز چرا ناسازی و درد هر سو پیدا است مرا. هم زبان دارم و گفتن هم دو گوش بر شنود، با زبانی زشت من گوش کی شنوا است مرا. هم زبان دارم و گفتن هم دو گوش بر شنود، با زبانی زشت من گوش کی شنوا است. قلب هم با عشق و لطف و نور او در سینم، قلب هم با عشق و لطف نور او در سینم، باز چرا این خانه لطف بی مسما است مرا. هر سو رفتم رنج بدادم، رنج بردم از خودم، آخرین رسم فنا تا کی همراه است مرا. هر سو رفتم رنج بدادم، رنج بردم از خودم، آخرین رسم فنا تا کی همراه است مرا. لو جمیله از روی لطف سینه را با عشق بشویی، رو جمیله از روی لطف سینه را با عشق بشوی، تا بگویی عشق و رحمت باز پیشوا هست مرا. تا بگویی عشق و رحمت باز پیشوا هست مرا. خود را بیام برگ سبز تو پیدر بیشم از بار کنم. خوشتان آمده باشم و واقعا حسادت و زده بینی و کارهای منفی رو پیدا کردن کار صحیح نیست. آدم خوبتر است که مثبت بین باشه و خوشبین باشه و یا به این معنی نیست که غلطی ها رو آدم سرش خط بکشه، یا معترف داره زیام نیستیم. آدم باید چیزی که نقص است رو بگویه، اما چیزای خوب رو هم همیشه ببینه. خب عزیزان، بهتر است که بریم یک چند اعلان تجارتی میبینیم. بارزو با ما باشین، دوباره برمیگردیم.
تصمیم خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی را داره. من با سالها تجربه در خدمت شما هستم. محمد اسرار یک نام آشنا و مشاور مجرب در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی که با تجربه بیشتر از 12 سال در شهر تورنتو و نواحی اطراف آن در خدمت شما و شما را در تهیه قضاهای بانکی، انسپکشن خانه و انتخاب وکیل با تیم مسلکی خود یاری می رساند. با خرید و فروش خانه های خود توسط محمد اسرار از تحفه نقدی آن مستفید کردید. برای معلومات بیشتر به شماره های 416-298-6000 و یا 416-457-3055 در تماس شوید. Global Dimensions. Be a part of a new growing company with a foundation built on respect, integrity, and core ethics. Join a professional team and earn the respect you deserve while being a part of history. Afghanistan needs your help. یاسین یوسفی مشاور آگاه و با تجربه در امور خرید و فروش خانه و املاک تجارتی با تحصیلات عالی از یونیورسیتی تورنتو. اگر با خرید خانه رویاییتان پول پیش پرداخت، مصارف تهیه مورگیج، مصارف وکیل، مصارف انسپکشن و پول کوچکشی را ندارید، یاسین یوسفی شما را در تمام مراحل رایگان کمک می نماید. یاسین یوسفی شما را در تهیه هر نم قرضه های بانکی با هر کریدیت یاری می رساند. یاسین یوسفی برنده بزرگترین جوایز در زمینه خرید و فروش. خانه ایتان در موقع فروش در تلویزیون 24 ساعته ریال استیت چنل به نمایش گذاشته می شود. برای معلومات بیشتر به وبسایت yasinyusufi.ca مراجعه نمایید. تلفن تماس 416-459-9993. Your snoring sounds like a freight train. It's not healthy for you, and it prevents your partner from sleeping at all. But the proven way to eliminate snoring is to widen your airway. That's what dentists do with custom devices, but they cost thousands. Now there's an affordable solution. Introducing Z-Quiet. It's ready to use right out of the box. The soft material and patented flexible hinge provide comfort to stop your snoring the very first night. Try Z-Quiet for 30 days for only $9.95. Stop snoring now. Get Z-Quiet. Feeling overwhelmed in this fast-paced world where life seems more challenging and difficult to keep up? Between work, home, and family, do you have less energy to enjoy life than you had when you were younger? According to recent clinical studies by leading medical universities, men lose the ability to produce testosterone as they age. Testosterone is a key hormone that impacts energy, strength, and desire. Why lose it if you don't have to? Restore how you felt when you were younger with Progene, a natural solution to a natural problem. Call now and learn how you can experience more power with Progene. A performance supplement taken once daily, Progene restores the power, performance, and confidence you had when you were younger. With testosterone precursors, Progene can help restore what aging has taken away. Boost your energy at work, strength on the field, and desire in the bedroom. Don't you want to feel the power you had when you were younger? Call now and we'll send you a free 10-day sample of Progene. In fact, we're so confident you'll feel more power with Progene that for the next 100 callers, we'll triple the offer and give you a full month absolutely free, a $70 value. Get Progene and get back in the game. در دفتر خدمات قانونی آرنکی لا گروپ سعی ما امواره به این است تا از حقوق قانونی شما با بهترین وجه دفاع و حمایت کرده باشیم. خدمات قانونی ما شامل بنکرپسی یا ورشکستگی، ایمیگریشن یا مهاجرت، فامیلی لا یا حقوق خانواده، اعتماد از شما، خدمت از ما. Here at R&K Law Group,
We are a debt relief agency, assisting one client at a time with matters pertaining to bankruptcy, criminal law, family law, and immigration. Our pledge to you is service, integrity, and excellence. هموطنان خوب افغانی و همزبانان محترم، اگر شما با امور ورشکستگی، جنایی، خانواده و یا در موارد امیگریشن یا مهاجرت با کمک های قانونی آرن کیلا گروپ ضرورت داشته باشین، ما در خدمت شما هستیم. خب عزیزان، امیدوار هستم که ما از حسادت و از اقدر منفی گرایی بر دیگرا دست بشوییم و انشالله به طرف مثبت و مثبت گرایی انشالله پیش بریم. و میگن که اولادها از پدر و مادر و از ما چیزایی یاد میگیرن که ما کی هستیم، ما چی میکنیم، نه از اینکه چیزی که ما بر از اینا درس میدیم. اونا فقط متوجه اگر ما دروغ میگیم و صد دفعه بر از اونا بگیم که دروغ نگوین، او اصلا از این گوششان میبره از این میبره. مهم ایست که شخصیت ما چی است، ما چقدر آدم خوب هستیم، چقدر راستگو هستیم. اگر ما بریم یک کس را فریب بتیم، بازی بتیم و باز بر اولادای خود بگیم که کار نکن، این نیست. فقط او چیز را میبینه که ما او را اجرا میکنیم، به چیزی که میکنیم هموست که او از ما یاد میگیره و اونمو سرمشق زندگیش میشه. و یا مثلا میگن که پای میبرن اما نگران کفش هستن. و این اقدر سرمه واقعا تاثیر کرد، خصوصا در افغانستان بیچاره که سر دخترها چقدر سختی است، مشکلات است، نمیمانن چونه که بسیاری فامیلا دخترای خود نمیمانن برن مکتب، یا بسیار فامیلا دخترای خود بسیار زود عروسی میکنن، یا که میگن دختر تنها باید در خانه باشه و کار خانه یاد بگیره، یا که خب دیگرا خواهم مکتبا رو در میتن برای دخترای بیچاره تیزاب مندازن و هزار مشکلات دیگه ای که هر روز ما و شما میبینیم و میشنیم. اما باز وقتی که خانمشان، مادرشان، دخترشان مریض میشه یا میخوای ولادت کنه که یا یک زن یا یک مرد مثل خود از اونا رو به دنیا بیاره، باز وقت میگن که ما یک دکتر زن کار داریم و میخواییم که مادر خود یا دختر خود یا خانم خود پیش یک دکتر زن ببریم، در حالی که اون زن پایش میشکنانن و باز از اون توقع دارن که زنای دکتر نمیفهم که اینو از آسمان بیاین، از کجا خود آمدن که تا که در تداوی خانمایی دیگه باشن. خب حالا میریم یک پارچه موسیقی داریم و شما خواهش میکنم که تجارب خود را زنگ بزنین، در میان بگذارین تا که دیگر دوستا هم از تجارب شما بیاموزن و همه ما یکی از دیگر بیاموزیم. خب بریم این پارچه موسیقی مقبول میشنویم، بعد از اون زنگ بزنین، تجربتان با ما در میان بگذارین. شیخون میگی جان محبوبی، های ما کبم غم و خیشی خوب و گفتم، تو را با ما نمیده یار چی میگی جان محبوبی، آی آی جانم دقدت نیستم ببدت، جانم دقدت نیستم ببدت، ای دخترک وطن ما قربان جدت، ای دخترک وطن ما قربان جدت، ای جانم دقده نیستم بابده، جانم دقده نیستم بابده. چی دو
چیدم گل تر بیار چیدم گل تر چیدم گل تر بیار چیدم گل تر از لب لب جای بار چیدم گل تر از لب لب جای بار چیدم گل تر یک دستن یک سبد نه یک دامن نه یک دستن یک سبد نه یک دامن نه یک شاخنه یک بهار چیدم گل تر یک شاخنه یک بهار چیدم گل تر گل بچیدم برای پر پرک شد نامدی گل بچیدم برای پر پرک شد نامدی چشمای مرا کشید خفتنک شد نامدی چشمای مرا کشید خفتنک شد نامدی دلبرک دروزه دروغه کاید بسوزه دلبرک دروزه دروغه کاید بسوزه دلبرک دروزه دروغه کاید بسوزه شوخ سر زلف تو را تاب کی داده چشم اصل مست تو را خواب کی داده گم پشت خانه سه باغچه انار است باغبانت منم باغ تو را آب کی داده دمخانه درایی که مگم زود برایی دمخانه درایی که مگم زود برایی دمخانه درایی که مگم زود برایی نگار آمده قرار آمده ای که بس از سفر بهار آمده ای که بس از سفر بهار آمده که ما جوره نداره کسدی سبز گل موره نداره بهار ملک ما جوره نداره کسدی سبز گل موره نداره نبخشنده مگر باقی دو عالم نداره این دلم غوره نداره ای نگار آمده قرار آمده ای که پس از سفر بهار آمده ای که پس از سفر چی خوش است چی خوش آی دارد جانم فرخار چی خوش است چی خوش آی دارد جانم آبای خنک چی سبز زاری دارد جانم آبای خنک چی سبز زاری دارد جانم هر کس بره فرخار یاره بگیره هر کس به فرخار یاره بگیره والا را قسم عمر درازه دارد جانم والا را قسم عمر درازه دارد جانم گفتم از تای دل رو با یک شب که میمانت کنم گفتم از تای دل رو با یک شب که میمانت کنم دولت دیگر ندارم جان قربانت کنم دولت دیگر ندارم جان قربانت کنم یار وفادار کجا می روی یار وفادار کجا می روی ز پیشم ای یار چرا می روی ز پیشم ای یار چرا می روی در شب تاریک چراغ بودم در شب مهتاب کجا می روی در شب مهتاب کجا می روی در شب مهتاب کجا می روی کف بزنید کف یار جوان می رسد کف بزنید کف بستدان می رسد کف بزنید کف بستدان می رسد
محفل دوست داران جمع شده کل یاران، محفل دوست داران جمع شده کل یاران. غزل خوانش کی باشد، غزل خوانش کی باشد، خود گروه باران، خود گروه باران. کف بزنید کف، یار جوان میرسد، کف بزنید کف، بستدان 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 میرسد. خب عزیزان، امیدوار هستم از یه آهنگ بسیار مقبولم خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. خب میگن وقتی که تو کس را دوست داری، اگر دلیل داری، او دیگه باز دوستی نیست. در هر وقت در مابین محبت و دوستی اگر دلیل باشه، او یا احترام است یا ریا. مثلا اگه ما اولادای خود به خاطر ازی دوست داریم که باز ما که پیر شدیم بازی آسای دست ما میشه، یا ای به خاطر، پس ما او را به خاطر خودش دوست نداریم، به خاطر ازی دوست داریم که او آسای دست ما شود. یا فرضاً یک کس دیگه را دوست داریم به خاطر ازی که بر ما کمک اقتصادی میکنه، یا میایه اول ما را میگیره، یا کاره، یا یک کار دیگه میکنه. اما ای اگر به خاطر یک چیز، اگر آدم یک کار را میکنه، نه به خاطر عشق و محبت. اگر کسی میخواد که عشق محبت کنه یا با کسی یک کار کنه، باید از روی اخلاص، عشق و محبت باشه، نه از روی ریا و احترام و باش کی کار کنم که باز بر ما اینی مفاد باز بر ما بده، که او هم یا ریاست یا احترام. و باید عشق، باید دوستی با محبت و از روی قلب و عشق باشه، که اونو واقعا اونو دوستی باز دوستی است. خب میگن دوستی چیزیست که کور میبینه و کرام او رو میشنوه. چقدر یک چیز مقبول است. یعنی وقتی که آدم عشق تا کور هم، وقتی که شما بهش محبت کنین، او هم درک میکنه که با وجودی که نمیبینه، اما باز هم میفهمه که شما محبت دارین و این گپتان از روی محبت است، این کارتان که میکنین برای زو از روی عشق و محبت است، نه از روی یک مقصد یا یک چیزی که در خفا دارین که باز از خاطر از اوی کار میکنین. خب عزیزان، یک قصه بسیار فلسفی خوبی هم هست از لقمان حکیم است، که ما یک سوره هم در قرآن شریف داریم به نام لقمان، که بسیار یک آدم دانشمند و بسیار فهمیده بود. میگن شکلش هم یعنی خوشقواره نبود، اما بسیار آدم دانشمند بود. بزیادی قصه های ازی سر حیوانات بود، یعنی تمام مسائل اجتماعی را ای به زبان حیوانا و تمثیلش یعنی توسط حیوانا میکرد، اما فوق العاده فلسفی و پرمعنا بود، یعنی زندگی ساز بود. خدا کنه که باز عزیزای ما یکان وقتی کدام در پشت تلویزیون و لایف صحبت میکنه، بعض وقتا یکان لغت ها یک قسم میشه، مثل که خانمی که پیشتر گفتن از خاطر جاله و جالبان، گفتن که تو گفتی موادها. خب وقتی که آدم در لایف گپ میزنه، یکان دفعه از پیش آدم یکان کلمه ها، چون متاسفانه در زبان وقتی که آدم یعنی بدون کمره و بدون ازیده صورت عادی صحبت میکنه، بسیار کلمه های آدم میگه که به گفتی ازی مردم سلنگ استفاده میکنه، اما باز یکان دفعه اون کلمه ها بازم میایه و آدم بازم متوجه هم گاهی نمیشه. بسیار گپ هایی که آدم میکنه، این برنامه رو وقتی که من خودم میبینم، هزارها نقص است درش. اینی که او خانم جاله و یا موادها رو گفتن، هزارها نقص دیگه من خودم میبینم. از صبح تا حال هر کاری که هر کدام ما کردیم، حتی همی خانم خودش، هزارها کار خواستیم بکنیم، اما هزارها مشکل یا اشتباهی از پیش ما رخ داده. اما خوب است که آدم اشتباهات همونسی که از پیش یک نفر دیگه میشه، از پیش خود آدم میشه، بسیار انتقاد نکنه، از ایچ خوشبینتر باشه، مثبت ببینه و زندگی هم برایش خنده میکنه. خب قصه حاتم طایی ایتر است که
آتم تایی که فوق العاده خودش یک آدم فیلسوف و دانشمند بسیار خوب بود، ای یک روز یکی از رفیقایش میرن در خانه ازی دروازه زیر تق میزنه و میخواه که همراهش کدام کارو داشت همراهش گپ بزنه. وقتی که دروازه زیر میزنه که از پشت دروازه صدای یک زن میایه و بسیار با الفاظ بسیار نادرست، بسیار با یک تون بسیار خشن و بسیار عصبی، خب تمام چیزای منفی که بگوین، این زن به موس قسم جواب میده، میگه که کی را کار داریم، میگه که ما آمدیم که آتم ببینیم. رفیقش بس پیش دروازه میگه و این زن کوشش شروع میکنه به دو زدن آدم که در خانه نیست و اونجا رفته و ایده دو میزنه و اینا. این آدم بالکل تعجب میکنه که اقدر یک آدم دانشمند، اقدر یک آدم فامیده که کل اگه یک قبعی گرویده هستن، ایچی تو که زن از اقدر گپای خراب دوباره از این میزنه، این کاملا امتر تعجب میکنه و امو میگه که زنش میگه که آتم رفته به سهرا و سهرا هیزم جمع میکنه، پشت هیزم رفته. خب ای هم رای سهرا رو میگیره و میره پیش، میبینه که آتم در سهرا، خب این قسمتش تمثیلی است دیگه، میبینه که آتم بسر یک شیر سوار است و قمچینش هم یک مار است. و ای وقتی که آدم میره میبینه و میگه فکر کن اینقدر یک آدم خوب و آدم دانشمند اینا که حتی شیر و مار پیش از این تابعه هستن و امروی از اینقدر رفیق و دوست و صمیمی هستن، چطور که زن از اینقدر از اینقدر بد گفت و اینقدر دشنام داد اینا، بسیار پیشش سوال چی میباشه. خب وقتی که از دور میبینه اشاره میکنه و خب حاتم میره میبینه و میایه طرف همین لقمان، ببخشین لقمان حکیم، لقمان بخیل من میره ما حاتم گفتم لقمان حکیم. این لقمان وقتی که رفیق خودم میبینه و از اونجا میایه، وقتی که میای پیش رفیق خود، رفیقش هم بهش سلام علیکی میکنه و میگه که آقا لقمان، من رفتم پیش خانه تو و زن تو بسیار زیاد چی بود؟ عصبی بود و از تو بسیار گپای زشت و نادرست اینا زد. همین سوال پیش من شد که یعنی چطور تو که قدر یک آدم خوب هستی زن دستو چرا قدر بد گفت؟ و لقمان هم اینجا یک ذره چی میشه؟ میگه که چوب باش، اوشکو چیز نگویی، بخاطر از این که زن من کسی که من امروز هستم و چیزی که من امروز آموختیم از او یاد گرفتیم و او بر من معلمم است. او شکوره چیز بد نگویی برای زی که او مرا لقمان حکیم ساخته. و واقعا که آدم میتونه که نه تنها از خوبی ها یاد بگیره، میتونه از زشتی ها هم یاد بگیره و همین میباشه که نفر واقعا از این گفتار لقمان بسیار تعجب میکنه. و همون گپ است که میگن، همون شیر است که میگن که لقمان میگه که هرچی در نظرم ناپسند آمد اعتراف کردم و بازگرد آن نگشتم. و چقدر مقبول است که آدم وقتی که میبینه که واقعا از کارهای خراب و از کارهای زشت، از انسانهای که منفی باف هستن، انسانهایی که همیشه حسادت دارن، برای غلط دگرار هم تشویق میکنن، خودشان رفتن آدم بعد از اونا از اونا دوری کنه و به طرف ببینه که همی کارهایی که اینا میکنن چقدر زشت است، از او زشتی ها دست بشوره و نموز که آدم خود آدم انشالله به طرف مثبت و به طرف خیر و خوبی میره. خب عزیزان، امیدوار هستم که برنامه امروز مورد علاقه‌تان قرار گرفته باشه. دیگر تا هفته دیگه همه شما عزیزانه با خداوند پاک میسپارم. امیدوار هستم روزهایتان قبول باشه انشالله و همه عبادت ها قبول درگاه خداوند باشه و همه ما به طرف مثبت بریم تا که در این ماه مبارک رمضان ثواب بیشتر به نصیب ما شود. خب عزیزان، تا هفته دیگه همه تان با خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ، روز بخیر، خدا حافظ.
دنیا رستوران خوش آمدید. با غذاهای متنوع، آشپزان مجرب،